در مراسم فراغت شماری از افسران جوان رئیس جمهور گفت هیچ تبعیضی در اردوی ملی قابل قبول نیست. روزی که این یونیفرم مقدس به جانتان شد، بعد از او پشتون و تاجیک و هزار و ازبک نیستین، تنها افغان، تنها مسلمان و تنها افسرای از اردو. کوبیدن بر طبل مخالفت با صلح از سوی مخالفان و تقلای حکومت برای صلح. با مصیبت ایجاد کردن برای مردم افغانستان، اونا چیزی را به دست میارن یا رزور از سر خود بدور کنن. وقوع یک حمله مرگبار انتحاری بر مقر یک دادگاه در پاکستان، این حمله 10 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشت. بسم الله الرحمن الرحیم. با مجله خبری بسیار از تلویزیون تمدن خوش آمدید. ریاست جمهوری میگوید که اردوی ملی نماد وحدت یک پارچگی مردم افغانستان است. آقای غنی گفت هیچ تبعیضی در این نهاد قابل قبول نیست. صحبت های رئیس جمهور امروز در مراسم 8th دور فراغت افسران جوان آکادمی ملی نظامی بیان گردید. این مراسم فراغت برای 549 افسر جوان است که سند پایان تحصیل نظامی خود از آکادمی ملی نظامی را دریافت کردند. زن پس آنها با پیوستن به اردوی ملی رو در روی مخالفان در سنگر حضور خواهند یافت. سنگری که رئیس جمهور میگوید اراده قوی سیاسی حکومت را با خود دارد. در اراده سیاسی ما شک نداشته باشید. سال گذشته 7 مرحله جنگ سر ما به صورت اجباری آمد، اما هیچ وقت ما اراده خود از دست ندادیم. آقای غنی گفت خون قربانیان نیروهای امنیتی هرگز فراموش نمی شود و در امتیازات دولتی خانواده های آنها در صف اول خواهند بود. رئیس جمهوری با تاکید بر غیر سیاسی بودن اردوی ملی افزود زمانی که لباس مقدس نظامی را بر تن می کنید باید از هر گونه تعلقات سمتی و قومی فارغ شوید. او اطمینان داد در طرفه افسران نظامی همه اقوام با هم برابر خواهند بود. روزی که این یونیفرم مقدس در جانتان شد، بعد از او پشتون و تاجیک و هزار و ازبک نیستین، تنها افغان، تنها مسلمان و تنها افسرای از اردو. در هر نقطه افغانستان، در هر وجبه ای خاک مقدس، تعهدتان برای کل مردم یکسان است. آقای غنی به فارغان امروز آکادمی ملی نظامی اطمینان داد که تمویل و تجهیز خواهند شد. او گفت تلاش‌های حکومت برای موافقت کشورهای کمک کننده برای 5 سال ادامه دارد. رئیس جمهوری بار دیگر با اشاره به گفتگوهای صلح افزود حکومت خواهان صلح پایدار است، اما کسانی که جنگ می‌خواهند سرکوب خواهند شد. امروز دشمن افغانستان بالاخره پست ترس است. بگن اینا صلح میخواین یا جنگ؟ ما صلح میخواییم، اما کسی که امرای ما جنگ میکنه به شدت سرکوبش میکنیم. رئیس جمهور بار دیگر به طالبان هشدار داد اگر افغان هستند صفشان را از تروریستان خارجی جدا کنند. در غیر آن با مبارزه سخت نیروهای امنیتی مواجه خواهند شد. او دیروز هم به مخالفین هشدار داده بود که 2 راه بیشتر ندارند، صلح یا جنگ. معصوم سانگزای سرپرست وزارت دفاع ملی هم گفت فراغت افسران جدید می توانند در بالا بردن ظرفیت نیروهای امنیتی مؤثر بوده و باعث بالا رفتن روحیه آنها شود. او گفت در آکادمی ملی نظامی علاوه بر فنون نظامی درس‌های دیگر به شمول رهبری هم به افسران تدریس می‌شود. در سال جاری 1384 افسر از آکادمی ملی نظامی فارغ و به نیروهای امنیتی پیوستند. در این باره گفتگوی تلفنی داریم با آقای سهیل، کارشناس مسائل نظامی. سلام جناب آقای سهیل، بفرمایید که آقای غنی امروز گفتن در صفوف اردوی ملی تبعیض را نمیپذیریم. منظور از این نگرانی که رئیس جمهور از تبعیض در صفوف اردوی ملی دارن چی میتونه باشه؟ بحث توزیع دیپلم ها به افسرهای جوان اردوی افغانستان که تبعیض در پذیرفتن میشه در اردو، اینجا باید تفکیک شوه که در کدام عرصه ها تبعیض، در عرصه های گزینش افراد مصلحتی، تنظیمی، جهادی، قومی، سمتی بر بنیاد 50-50 که بین ریاست اجرایی که در مغایرت با قانون اساسی شکل گرفته و هم در صحن سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل، این
گزینش ها تغییر نمیپذیره که گزینش بر بنیاد لیاقت، شفافیت، صداقت، دیانت و یا هم بر بنیاد مصلحت های قومی و تنظیمی جالی آنچه که قبلا تذکر کردم. بنام اینجا ناظران عمل ضرورت داره. در طول مدت 2 سال ریفرم 50 در 50 یا پروتکل 50 در 50 در بخش گزینش ها مطرح شد که امروز ما میبینیم وزارتخانه ها، معینت ها، ریاست ها، قماندانی های امنیه و در مجموع ریاست های مستقل بر بنیاد همو صحنه شرکت سهامی و اصطلاح وحدت ملی تقسیم بندی شده. این پس اینا جناب رئیس جمهور کدام تغییر میخواهند پذیرفته نشه، در حالی که خودشان به تشریک مسعی رئیس اجرایه در عید با گذشت هر روز دیگر با سرعت عمل رشد میتن، مخصوصا در گزینش ها که از عامل اصلی بحران افغانستان داشته میشه. جناب آقای سایل، حالا وقتی که در مبنا ترکیب جلب و جذب ارده ملی قومی تعریف شده و به وضاحت گفته شده که کدام قوم با چه درصد حق اشتراک دارن، این خود نوع تبعیض فکر نمی کنیم باشه؟ پس چطور میشه انتظار داشت که از اینکه اردو بدون تبعیض باشه؟ اصلا همین صحبت های سمبولیک و تشریفاتی یکی از خاصه های رؤسای تحلیلی حکومات در هر کشوری که اشغال شده باشد طرف توسط نیروهای خارجی، این نوعی از صحبت ها یا از بکتی های خارجی ها یا یک شکل از صحبت های عوام فریبانه است به خاطر اخفال عامه از خان عامه و خاک پاشیدن بر چشم ملت که گویا ما خدمت گذار هستیم، در حالی که مصلحت ها خودش نشان میده در ادارات حکومت و دولت افغانستان که اینجا مسئله خدمت فردی، خدمات اجتماعی، صداقت، دیانت و تنپرستی جانب حکومت اصلا وجود نداشته. با گذشت هر روز ما خون اضافه تر از ما شاید ریختر خون اضافه تر از 60-70 نفر منصوبین قوای مسلح هستیم که در 15 ولایتی که روی روی جنگ ادامه داره در شرایط جاری معلولیت به شهادت رسیدن سربازای فقیر و مظلوم، منصوب و مربوط، خانواده های بی واسطه و بی وابسته و غیر جهادی که در صفوف میرزمن، برعکس و کسایی که وابستگی قومی و ملی و سمتی اونا در کشورهای خارجی مصروف تحصیل هستند و یا هم با داشتن دیپلم ها و سرتیفیکت های جعلی در بهترین پست های رهبری و کلیدی منصوب هستند، در کنار ده ها تن از بودیگارد های مسلح و وسایط 80,000 دلاری و 100,000 دلاری ضد گلوله در عقب بلنداش ها خود را از انگار عامه پنهان کردن. این معیار حکومتداری، اساسات حکومتداری، شاخص ها و مؤلف های حکومتداری شدیداً در طول 2 سال خصوصا زیر سوال قرار داشت. جناب آقای سایل، حکومت در بعض موارد متهم شده که نمیگذاره برخی از افسران و جنرالان نظامی به سمت های خاص گنجاده شود، طوری که میبینیم با پست وزارت دفاع هم قومی برخورد شده و بسیاری از سمت های دیگر هم همینطور. عموم اشخاص و افراد تحصیل کرده متخصص و مسلکی به حاشیه رانده شدن یا در کارهای غیر مسلکی اشتغال دارند. امروز معیار تقرر یا از طریق مزایده پولی است، معاملات پولی و یا هم از طریق مصلحت های قومی و جهادی و تنظیمی و استخباراتی است. بنان تا زمانی که تحقق سیاست سالم کدری تحقق پیدا نکرنه بر بنیاد شفافیت، صداقت، دیانت، ایمانداری، مسلک، تخصص، تابق شفاف تحصیلی به هیچ وجه ما انتظار عرضه خدمات اجتماعی را به هیچ وجه انتظار یک حکومتداری خوب ما نداریم. امروز فاصله ها و تناسب حکومت کرده الا سه چند و چهار چند بین ملت و حکومت به اصطلاح وحدت ملی که در صحنه سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل شکل گرفته و بالای ملت افغانستان تحمیل شده، جنگ های خونی نزکس و حاکمیت فساد و قاچاقبران مواد مخدر که در صدر لست جهان
شهرت یافته چون که سیگار ویکی‌لیکس شفافیت بین‌المللی گروه بحران روی هم رفته در طول سالهای متمادی 13-14 سال به این طرف این حکومات دست نشانده حکومات فاسد حکوماتی که اکثریت عراقین بلند پایش در قاچاق مواد مخدر دست داره بنان نبود حاکمیت قانون تنفیذ قانون ای خود نشان دهنده یک حکومت که هیچ نوع مسئولیت در قبال عرضه خدمات برای ملت افغانستان نداشته چنانچه بیکاری با گذشت هر روز زیاد شده میره فابریکا سقوط کرد میلیارد ها دلار به یغما رفت. جناب آقای سوهیل در بعضی از ولایات ملیشه آمدن جایگزین نیروهای امنیتی شدن با اینکه رئیس جمهور در جلال آباد با این موضوع مخالفت کرد، آیا منظور رئیس جمهور مقابله با ملیشه های قومی که در برخی ولایات ها درست شده بود نمیتونه باشه؟ ببینیم دولت افغانستان خصوصا شورای امنیت که امروز در صدر رهبری دولت قرار داره در سرقهاندان علا اینا یک پلان و استراتژی شفاف در قبال تامین امنیت شهروندان افغانستان در جغرافیای افغانستان ندارن. دلیل اساسیش قبلا تذکر دادم که خواست خارجی هاست که تا ناامنی بی‌ثباتی فساد قاچاق مواد مخدر خرج مرج و انارشی تداوم داشته باشد تا اینکه امریکا و موافقت های خود دست پیدا کنه و امروز بحث ملیشه برمیگرده به بحث برنامه های بی محتوا و ناکام دی دی آر و خلصالای افراد اشخاصی که قبلا تجویز شده بود باز آمدن مجاهدین در افغانستان. بنان او برنامه ها تا امروز تطبیق نشده 30% اگر تطبیق شده باشه 70% اشخاص مسلح و غیر مسئول در سرتاسر افغانستان وجود داره و اونو اشخاص افراد با سلاح دست داشتهشان فقط از طریق تفنگ از طریق میل تفنگ از طریق سلاح اونا بهره برداری میکنن چون در افغانستان کار نیست، قانون نیست، حاکمیت قانون تضمین نیست، یگانه وسیله دریافت یک لقمنان برای تعداد تفنگ است و برای تعداد هم زرندوزی است. صدر رهبری همچو مسائل دامن میزنه تحکیم پیدا میکنه در حالی که یک حکومت دید ارزشهای حقوقی در سرتاسر جغرافیای افغانستان حاکمیت فوقالعاده میداشته باشه تماما تحرکات ملیشه های غیر مسئول و نیروهای بسیجی که به داخل دولت بسیج میشن در روشنی یک نظم انضباط دیسپلین و طرز العمل ها و دیرکتیف های مشخص کنترل میشن نظارت میشن که متاسفانه امروز کنترل و نظارت وجود نداره. یک خودسری یک خودمانی یک انارشی در سرتاسر افغانستان مسلط است و دشمن هیچ وجه تعریف هم نشده و معلوم هم نمیشه در همچون گدونی هایی که سازماندهی میشه. با این حال سوال آخر بفهمید که آیا حکومت تا به حال در ترفیع افسران و جنرالان شایستگی و لیاقت را مد نظر گرفته یا خیر؟ معیار تخصص و دیانت و مسلک و تجربه و تحصیل و تعلیم اصلا مورد نظر نیست. از بد و تاسیس اداره موقت با تاثیرات امنیت جنرالایی که به نام جنرالای جهادی جنرال شدن یا جنرالایی که به اساس مصلحت ها جنرال شدن اگر یک تیم بسیار قوی و صادق مخلص ایماندار ترتیب و توظیف شود این عموما کسایی که 80% کسایی که امروز جنرال هستند فاقد پارچه های سوق دفتر معاملات هستند فاقد اسناد معتبر تحصیلی هستند فاقد تجارب تخصصی و مسلکی هستند فقط بر بنیاد مصلحت های قومی حزبی تنظیمی. بعضی ها ادعا میکنند که ما کورس های نظامی را در پشاور و در پاکستان خواندیم و بعضی ها ادعا میکنند که ما به اساس شهامت و مقاومتی که در صفوف و جهاد داشتیم بزرگا و رهبرا با ما این رتبه را تفویض کردم. خلاصه جنرال در تعریف عبارت از شخصیت سیاسی و نظامی است که اونا ناول داشته باشد، تیزس داشته باشد، طرح داشته باشد، عالم و دانشمند باشد، حقا نریزی خود نریشته کرده بتانه.
سپاسگزارم از آقای سهیل کارشناس مسائل نظامی که در گفتگوی تلفنی با ما بودند. ادامه خبرها. عبدالله رئیس اجرایی دولت بار دیگر از مخالفان خواست دست از جنگ و خشونت بردارن و به مصالحه ملی بپیوندن، چیزی که گوش مخالفان با آن تا کنون بدهکار نبوده. آقای عبدالله امروز در نشست هفتگی شورای وزیران گفت با خشونت و کشتار مردم بیگناه چیزی به دست نمی آید و مخالفین باید به فرصت ایجاد شده برای صلح جواب مثبت دهند. با مصیبت ایجاد کردن بر مردم افغانستان، اونا چیزی را به دست میارن یا رزو را از سر خود بدور کنن و ندای بر حق حکومت وحدت ملی افغانستان که به نمایندگی از مردم افغانستان صورت میگیره در راستای آغاز پروسه صلح به این جواب مثبت بتن. نقش علما را در تحولات کشور و حمایت علمای کشور از جمهوری اسلامی افغانستان، از حکومت وحدت ملی، یک نقطه بسیار با ارزش است در دوام نظام ما و در ثبات کشور و در تحولاتی که و در حالت و وضعیتی که ما در او قرار داریم. و در این راستا عزم و اراده حکومت وحدت ملی محکم است و اصلاحاتی که لازم است انشاءالله صورت خواهد گرفت و کار و کوشش برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ولسوالی ها، شورای ولسوالی انشاءالله آغاز خواهد شد. ناتو دو بال جنگنده A-29 با فرماندهی قلوردی 209 شاهین تحویل داد. مقامات دفاعی در شمال کشور میگویند وجود این بمب افکن ها توان رزمی نیروهای امنیتی را در شمال بالا خواهد برد. این کمک ها در حالی انجام می شود که وزارت دفاع آمریکا قبلا اعلام کرده بود سلاح‌هایی را که در افغانستان دارند به اوکراین و سوریه انتقال می دهند و بخشی را به پاکستان خواهند فروخت. این طیاره کاملا جدید است دوست که به شکل کمپیوتری اجرای وظیفه می کنند یا و همراه خود در طرف بال 700 کیلوگرم بم می گیرند، ماشیندار دارند، راکت دارند، تیاری است که میتونن داینده بسیار نزدیک قوای عملیاتی افغان را حمایت بکنه. پشتیبانی به نام تیاره A-29 خواندیم، تیاره که 9-4 بال آمده، تا ختم سال 2016 به خیر 12 بال میشه و تا ختم 2018 48 بال از افغانستان به نیروهای امنیتی ما میاد. او تیاره را عملا ما دیدیم که وقتی بالای عدب پیکه کردن، مثلا تمثیل بود و بعد از اون نشستن خواص تکنیکی و تکتیکی از ایر از پیلوت ها برای ما تشریح کردن، او را هم عملا ما دیدم و آمده در I ask the people of northern Afghanistan not to support or accept the enemy. و میگم ما از مردم شمال افغانستان خواهش میکنم که تا دشمن قبول نکنن و امراش نباشن. If they want a future and development, they must support us, the Afghan National Defense and Security Forces and the government of Afghanistan. خب میگه اگر مردم میخواهند که بازسازی درشان صورت بگیره، انکشاف صورت بگیره، آینده وجود داشته باشه، و از اونا خواهش میکنم که تا از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت بکنه و از دولت جمهوری اسلامی افغانستان حمایت بکنه. همراه ما آینده است. در انتخابات هیئت اداری مجلس نمایندگان عبدالرؤف انعامی بار دیگر به عنوان منشی مجلس انتخاب شد، اما در دیگر کرسی ها کسی رأی لازم را به دست نیاورد. در نتیجه ظاهر قدیر و امیر وای سیاسینی برای معاونت اول برای بار دوم رقابت خواهند کرد. برای نوبت دوم هم محمد نظیر احمدزی با عبدالقیوم سجادی رقابت میکند و برای معاونت منشی عرفان الله عرفان با رباب پروانی برای گیری میروند. در جریان یک حمله انتحاری که یک دادگاه ایالتی را در شمال غرب پاکستان هدف قرار داد، دست کم 10 نفر کشته و 30 نفر به شمول 3 پلیس زخمی شدند. با گفته مقامات محلی این رخداد در حوالی منطقه آسیب پذیر مهمند اتفاق افتاده. شماری از علمای بامیان صبح امروز با رئیس تلویزیون تمدن و صاحب امتیاز ارشد دانشگاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم دیدار کردند. علمای بامیان در این دیدار از نشرات ارزشی تلویزیون تمدن و از ارائه خدمات تحصیلی دانشگاه خاتم النبیین سپاسگزاری نموده و خواهان انعکاس بیشتر رویدادهای بامیان توسط تلویزیون تمدن شدند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفته که کشورش و اتحادیه اروپا برای حل بحران پناهجویان اقداماتی را روی دست گرفتند. رهبران ترکیه و اروپا
در یک نشست اضطراری برای مهار سخت‌ترین بحران پناهجویان در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون به بروکسل رفتند. اقدامی که صدا آفرین دارد، والی تخار دیروز رئیس دفتر خود را با اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و دادستانی معرفی کرد. محمد یاسین ضیا والی گفته که رئیس دفترش در حالی که هیچ عیب و نقص ندارد سالها با کتابچه جعلی معلولین معاش دریافت کرده. در بررسی حیات از سوی والی تخار صدها معلول خیالی از این وزارت معاش گرفتند. سیاره های بی سرنشین نیروهای خارجی اعضای داعش در اچین ننگرهار را هدف قرار داد که در نتیجه 15 عضو داعش کشته شدند. حاجی غالب مجاهد ولسوال اچین گفته که این حمله شب گذشته در منطقه مامندو رخ داده است. این حمله در حالی انجام می شود که عملیات نیروهای امنیتی در این ولسوالی پایان یافته است. و حالا نوبت می رسد به خبرنامه امشب. سلام، خوش آمدید، اینجا خبرنامه است. رئیس اجرایی حکومت امروز از نشست مشترک اعضای شورای ملی با اعضای کابینه تعریف کرد و گفت که مفید بود. دو سه روز پیش این نشست برگزار شد، یا سه چهار روز پیش، از جمله این که وکلا نسبت به وزرا و این که خدمتکار هستند وزرا مطمئن شدند. البته این برداشت آقای عبدالله از آن نشست است. یحتمل وکلا، برخی از وکلا چون این برداشتی نداشته باشند. و اهمیت جلساتی را که داشته مداری میدانم که وکلا بسیار با اطمینان رفتن و متوجه شدن که همه شما مصروف کار و خدمت برای مردم افغانستان هستین و جوابگو هم هستین به نماینده های ملت. در نشست شورای وزرا یکی از کارهای دکتر عبدالله با عنوان رئیس نشست گزارش دهی است از موضوعات که در هفته و یا چند روز پیش از آن رخ داده است. این طوری: در روزهای گذشته رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، رهبری حکومت وحدت ملی و کابینه ملاقات ها و دیدارهای داشتیم با اعضای پارلمان. روز گذشته مراسم افتتاحی پارلمان هم داشتیم. سه روز قبل یک کنفرانس ویدیویی هم داشتیم با رئیس جمهور بارک اوباما. امروز هم مراسم در روزهای گذشته جلسات داشتیم با شورای سراسری علمای کشور ما. نیروهای امنیتی ما در هفته های گذشته در ولایت ننگرهار، در ولایت بغلان، در هفته گذشته سفرهایی هم بود از ایت های عالی رتبه از جمله. وضع خیلی خراب است. سید انور والی فاریاب امروز اشاره‌ای داشته به نحوه کار برخی از قراردادی‌ها و شرکت‌ها. حالا مشخصا یک نمونه‌شو در ولایت فاریاب مطرح کرده. شما هم می‌توانید، به احتمال زیاد می‌توانید این وضعیت را به دیگر ولایات هم تعمیم بده تا اندازه‌ای. حالا چه وضعی؟ خیلی جالب شد. به 7 سال میشه پروژه بزرگ ملی المار که با 63 میلیون دلار دیگه افتتاح شده و کار از این آغاز شده. سه بار تا همین زیر کاسه ساخته میشه، دوباره سیل میگیره، ساخته میشه سیل میگیره. شما تا هنوز میفهمید که هنوز نقشش وجود نداره. این عوام فریبی رسایی کنید، این مردم فریبی رسایی کنید. کسی یه تحقیق نکرده چی شد؟ نقشه وجود نداره، سرش کار میشه. 12 میلیون دلار تا هنوز از بودجه دولت کشیده شده و بجای 4 تا دوز رفته و شرکت هایی که این کار رو میکنن دوز رسن. در ادامه کاریکاتور.
وقتی در استرالیا رفقا مشترکند و با هم موج سواری کنند؟ امروز سفارت ژاپن در کابل قرارداد دو پروژه جدید انکشافی را میان دو مؤسسه خصوصی زیر نظر وزارت اقتصاد به امضا رساند. با این دو مؤسسه اینا که شنیدید اینا هم بشنوید. دکتر ناکامو مسئول تطبیق برنامه‌های توسعه ژاپن در افغانستان وقتی با زبان پشتو صحبت می‌کند. ژاپن سفارت. اول ژاپن سفارت تشکری وایم چې دا زمونږ پروژه ده پر ډېر کومکونه کړی دا زما پښتو پوهېږي ښه دا زه تقریبا د ډېر ښکار بوي د افغانان مهاجرین دپاره کوشش کړی دی. اوس تقریبا د شل کاله مخکې پی ایم ایس زمونږ د اورګنایزیشن د پیس جاپان میډیکل سرویسز د اوبو کار شروع کړی دی ځکه چې د ساړه 2016 شپلس کاله مخکې افغانستان سخته وچکاري ده دا حمله کړی دي دا ډېر مریضان مړ شوي دي. هغه وخت د WHO ورا وایي چې دا تقریبا 1 میلیون د نادان افغانان مړ شوي دي. ادامه مجله خبری. حالا بیننده عکس‌های خبری باشید. در پایان مرور سرخط خبرها. در مراسم فراغت شماری از افسران جوان رئیس جمهور گفت هیچ تبعیضی در اردوی ملی قابل قبول نیست. روزی که این یونیفرم مقدس به جانتان شد بعد از او پشتون و تاجیک و هزار و ازبک نیستین، تنها افغان، تنها مسلمان و تنها افسرهای از یوردوست. کوبیدن بر تبل مخالفت با صلح از سوی مخالفان و تقلای حکومت برای صلح. با مصیبت ایجاد کردن بر مردم افغانستان اونا چیزی را به دست میارن یا رزو را از سر خود را دور کنن. وقوع یک حمله مرگبار انتحاری بر مقر یک دادگاه در پاکستان، این حمله 10 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشت. سپاسگزارم از همراهی شما. شب خوش. خدا نگهدار.